سلام، به کانال شری ولنس خوش اومدین. من مهدیه هستم و با یه ویدیو دیگه در مورد ویتامین B12، کمبودهاش و جبران این کمبود برگشتم. هر قد که سن ما بالاتر میره، توانایی بدن ما در جذب ویتامین B12 کمتر میشه. این ویتامین در تولید گلبول قرمز خون و DNA به ما کمک میکنه. از اونجایی که بدن ما توانایی ساخت این ویتامین رو نداره، ما باید اون رو از مکمل‌ها یا گوشت دریافت کنیم. اما بعضی از مردم مصرف اون رو جدی نمیگیرن، پس دچار کمبود ویتامین B12 میشن. بر اساس آمار، تقریباً 40% مردم آمریکای شمالی از کمبود این ویتامین رنج میبرن. همچنین کسانی که مبتلا به سندرم خستگی مزمن یا درد بافت عضلانی هستن، دچار کمبود B12 هم هستن. قبل از شروع ویدیو فراموش نکنید که عضو کانال ما بشید و نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا آخرین ویدیوها رو از دست ندید. در ادامه با نشانه های کمبود این ویتامین و راه های مقابله با اون لطفاً با من همراه باشید. شماره 1، نمیتونید بیدار بمونید. یکی از بزرگترین نشانه های این کمبود خستگی هست. البته این خستگی نرمال نیست. اگه شما 8 ساعت خواب در شبانه روز دارید و باز هم احساس خستگی و خواب‌آلودگی می‌کنید، دچار کمبود ویتامین B12 هستین. بدن انسان در تولید گلبول قرمز خون به این ویتامین وابسته است. هر چه تعداد این گلبول‌ها بیشتر باشه، اکسیژن بیشتری هم دریافت میشه. البته خستگی تنها نشانه کمبود این ویتامین نیست. اگر احساس خستگی دائم دارید، شاید لزوماً دچار کمبود نباشید. شماره 2، ماهیچه‌های شما ضعیف هستن. برای قوی تر کردن عضلاتتون شما نیاز به اکسیژن دارین. بنابراین گلبول‌های قرمز خون مسئولیت رسوندن اکسیژن رو دارن و اونها هم به ویتامین B12 وابستن. بنابراین اگه دچار کمبود ویتامین B12 باشین، ماهیچه‌های ضعیفی خواهید داشت. شماره 3، مشکلات چشمی. در شرایط بحرانی کمبود این ویتامین میتونه بر عصب‌های بینایی هم تاثیر داشته باشه که میتونه رگ‌های شبکه چشم رو مسدود کنه. در نتیجه باعث دوبینی یا حتی نابینایی فرد منجر میشه. اگه دچار کاهش بینایی شدید هستید، خود درمانی نکنید، در عوض به دکتر مراجعه کنید. 4، پوست رنگ پریده. اگه فکر میکنید که ترکیب پوست شما متمایل به رنگ زرده، ممکنه دچار کمبود این ویتامین باشید. زمانی که گلبول‌های قرمز خون خوب عمل نکنن، موجب آزادسازی بیلیروبین و در نتیجه رنگ پریدگی میشن. البته میتونه نشونه ای از یرقان هم باشه. در این مورد با دکتر خودتون مشورت کن. شماره 5، زبان صاف قرمز. برجسته که کوچیک روی سطح زبان رو پاپیلا میگن. کسانی که از کمبود و ویتامین B12 رنج میبرن، این برجستگی ها رو ندارن. آزمایشات نشون داده که این گونه افراد از درد پشت زبانشون هم ناراحت هستن. بیشتر این برجستگی ها دارای غده های چشایی هستن. بنابراین اگه دچار کمبود ویتامین B12 باشید، غذای شما مزه خوبی نمیده. حالا چرا به کمبود ویتامین B12 دچار میشیم؟ بدن ما دارای باکتری های مفیده که به هضم غذا و جذب مواد مغذی کمک میکنه. اما اگه در میزان اونها تعادل برقرار نشه، مثلا تعداد باکتری های روده بیشتر بشه، جذب مواد مغذی با مشکل روبرو میشه که موجب کمبود این ویتامین میشه. دلیل بعدی میتونه شیمی درمانی باشه. داروهای مورد استفاده طی فرآیند شیمی درمانی موجب التهاب یا تحریک روده بزرگ میشه. حالا چطوری میتونیم کمبود ویتامین B12 رو جبران بکنیم؟ اولین مرحله تغییر رژیمه. منابع ویتامین B12 مثل ماهی، مرغ و گوشت بره رو به رژیم غذای خودتون اضافه کنید. همچنین میتونید از جگر گاو یا مرغ هم استفاده کنید. دومی، مکمل‌های B12 هستن. یک راه حل دیگه اضافه کردن مکمل ویتامین B12. متیل کوبالامین و سیانوکوبالامین از مکمل‌های معتبر B12 هستن. بدون نظر پزشک از این مکمل‌ها استفاده نکنید. مصرف این مکمل‌ها برای کسانی که گوشت نمی‌خورن راه حل خوبیه. روش دیگه برای جبران کمبود B12 استفاده از پروبیوتیک‌های کیفیه. این گونه پروبیوتیک‌ها در جذب B12 نقش موثری دارن. اونها در کفیر، شکلات تلخ و کابوچا وجود دارن. عدم استفاده از خوراکی‌های التهاب کننده. برای اینکه روده بزرگ عملکرد مناسبی داشته باشه، از مصرف غذاهای تحریک کننده روده پرهیز کنید.
این مواد شامل غذاهای آماده، فست‌فودها، خوراکی سرخ کردنی، گوشت به کیفیت و افزودنی ها میشه. اگه یه رژیم غذایی مشخص رو دنبال کنین که ویتامین B12 لازم رو دریافت کنین، دچار کمبود اون نمیشین. لطفا نظراتتون رو در مورد خوردن ویتامین B12 برامون کامنت بذارید و مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. حتما یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن رو فعال کنید. تا ویدیو بعدی مواظب خوبیاتون باشین. خدا نگهدار.